درخت معرفت داد از ثمر حیدر ثمر زهرا، در ایجاد جهان دارد اثر حیدر اثر زهرا. دلیل آفرینش هست اگر حیدر اگر زهرا، ندا آمد در این خانه خبر حیدر خبر زهرا. جلیلم میرسد دیگر، جمیلم میرسد دیگر، جهالت خار خواهد شد، عقیله میرسد دیگر. فروغ چشم پیغمبر بر این خانه شدن نازل، حدیث قدسی دیگر بر این خانه شدن نازل. دوباره سوره کوثر بر این خانه شدن نازل، محمد باز یک دختر بر این خانه شدن نازل. بدامن گل بریز امشب، گل خندر رسان بر لب، زمین را نور باران کن که آمد حضرت زینب. به نام خداوند زیبایی ها. سلام، باید گفت به تمام شما دوستای عزیزم که مثل همیشه بیننده برنامه خودتان هستیم. من سلام تقدیم میکنم خدمت یکایک شما عزیزان و نازنین. امیدوارم که در چنین روزی که واقعا روز خاصی هست خوب و سر حال باشین. و دوستای نازنینم، قبل از اینکه برم طرف این که امروز چه روزی هست و همچنان اینکه اینجا کجاست کجا آمدیم، این را باید بگم که امروز مصادف میشه با ولادت حضرت زینب سلام الله علیها، و چنین روزی را با یکایک که شما عزیزان تبریک عرض میکنم. بله فاطمه جان، باید یک گپ دیگر بگیم که بر علاوه ای که امروز تولد حضرت زینب سلام الله علیها هست، امروز اینجا جایی که ما آمدیم محفل جشن تکلیف داشتن، این جشن تکلیف داشتن و تمام گلهای زیبا و گلهای آسمانی. بله دقیقا. پس حسین و زینب امروز آمدین در مدرسه علمیه زینبیه و همچنین که به مناسبت ولادت حضرت زینب سلام الله علیها مراسم گرفتن و گزارش تهیه میکنین، و همینطور که غزل جان برام گفتن یک سری گلهای نازنین، نرگسهای عاطفه، بنفشههای مهربانی به سن تکلیف رسیدن و میخوایم امروزشون یک کمی صحبت کنیم و با همدیگه میبینیم این گلهای نازنین را. پس تا آخر گزارش با ما باشید. معنای تمام عشق به دنیا آمد، دلبند علی ولی یکتا آمد، آمد به جهان زینب کبرا تبریک، میلاد جگرگوشه زهرا آمد. کوثر کوثر نبی آیه رحمت آمده، دختر دختر نبی مادر خلقت آمده، زهره زهره علی اختر اسمت آمده، شمسه شمسه حیا یامه عفت آمده، آینه محمدی طلعت دل ربای او در او خلاصه می شود، حسین و کربلای او. کوثر کوثر نبی آیه رحمت آمده، دختر دختر نبی مادر خلقت آمده، زهره زهره علی اختر اسمت آمده، شمسه شمسه حیات
روز شادی تو شد سمبل من، در رحمت به سویت باز شده، سینه از محزن هر راز شده، تا رسیدم به سوی قرب خدا، دلت آماده پرواز شده، جشن تکلیف تو شد ای گل من، روز شادی تو شد سمبل من، خواهرانم جان و دلم وقت نماز است تو را، به در خانه حق وقت نیاز است تو را، سر به سجده بنو کن به خدا راز و نیاز، کن توکل به خدا راه دراز است تو را. گفتم از کوه بگویم قدمم می لرزد، از تو دم می زنم اما قلمم می لرزد، هیبت نام تو یک عمر تکانم داده است، رسم مردانگیت راه نشانم داده است، به شکوهت، به وقارت، به کلامت زینب، پی نبردیم به یک تاهی نامت زینب، من در اطراف شکوه توست سرم می سوزد، جبرائیلم همه بال و پرم می سوزد، من در اعماق خیالم چه بگویم از تو، من در این مرحله لالم چه بگویم از تو، چه بگویم که خداوند روایتگر توست، تار و پود همه افلاک نخ معجر توست. بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم میلاد فرخنده حضرت زینب کبری سلام الله علیها. چند نفر زینب نام داریم؟ زینب، یکی زینب سادات که او طرف دیگه، یک دو سه چهار، نگاه کنین بعدن تذکرهای تا ندیگه، نگو که نام من فاطمه است در خانه مرا زینب میگن، این رقمی ندیگه شما. خب تبریک عرض میکنم. امی بود دیگه، یک من چیز خاصی قرار نیست بتم، فقط گفتم نام ازی بیشتر دیگه. نام زینب کبری سلام الله علیها یعنی چی؟ حالا کدامتان زینت امام زمان هستین؟ پس نام کلتان زینبه، درسته؟ زینت امام زمان هستی. تبریک عرض میکنم. جا دارد تقدیر و تشکر بکنم از تک تک مادران و کسایی که آمدن، دختران آسمانی، یعنی دخترانی که در سن تکلیف دارن میرسن را آوردن، زحمت کشیدن. از تک تک دختره خوب که از ساعت 7:30 صبح نزدیک 8 آمدن همینجا نشستن، چقدر منظم صحبت نکنین، گوش کنین چی میگم. از همه ایتان تشکر. و جا داره از برادر بسیار گل و نازنینم جناب آقای هزاره، تهیه کننده بسیار خوب برنامه پرطرفدار برنامه کودک تلویزیون تمدن. کیا برنامه کودک تلویزیون تمدن رو میبینن؟ بیا های هزاره ماشاءالله همه میبین، حتی مادرها دسته خدا بلند کردن، همه الحمدلله میبینن. از آقای هزاره خیلی تشکر میکنم، از دو تا مجری خوب و موفق برنامه کودک، از کامرمین های بزرگوار که آمدن تقدیر و تشکر. هم کیک امسال نسبت به پارسال خیلی ماشاءالله کیک حجیمتری شده. خب چرا این همه؟ دلیل داره، به خاطر ای که دخترانی که به این سن میرسن، یعنی رسمن خدا اینها را همجور که سر مریم یک تاج گذاشته شده که انال سرودشان را میخوانن، انوز نخوندن دیگه نه؟ انال سرودشان را میخوانن، باز بعد از سرود اینها من صحبتی میکنم، رسمن خدا تاج افتخار را بر سر شما گذاشته. یک سوگندنامه را داریم که میخوانیم. آسنات آمده؟ کجاست آسنات؟ آسنات آمده. یک سوگندنامه را هم انشالله میخوانیم که ما تشکر میکنیم از خدا که خدا به ما اجازه داده که امروش حرف بزنیم، بایش عبادت بکنیم. شده امن و ساله، جشن تکلیف منه، جانم
شاد و خندان هستم، چادری داده به من هدیه مادر من، مثل تاجی از گل چادرم بر سر من، مثل تاجی از گل چادرم بر سر من. شده ام ببینین علت عمده ای که یک لحظه دقت کنین، علت عمده ای که ما این برنامه را هم سال قبل گرفتیم هم امسال گرفتیم، هم نه تنها در زینبیه، در جای مختلف دیگران هم میگیرن، از طریق رسانه تمدن هم بارهای قضیه رسانه‌ای شده، همه جا کشور مختلف گرفته میشه. من یک جمله ای را بگم یادگار بمانه خدمت شما، در محضر این دختران آسمانی میگم، اینها مادرها پدرها که بعدن از طریق تلویزیون صدا و تصویر مرا میبینن میشنوین، اینها یادگاران امام زمانن پیش شما، اینها امانت های امام زمانن. اگر سن دختر در 9 سالگی است که به تکلیف باید برسه، پس یعنی رسالت و وظیفه من به عنوان پدر و شما به عنوان مادر و همه به عنوان خانواده و همه مسئولین به عنوان مسئولین این کشور و همه رسانه‌ها، نه فقط تمدن که تمامی رسانه‌ها، همه ما وظیفه داریم یک قسمت عظیم این بار را ورداریم، چون تکلیف و قبولی عبادت که نامش هم گذاشتیم جشن عبادت، در این سن زمانی زیبا خواهد بود که همراه با حمایت ما باشه. دوباره آمدیم پیش دوستای عزیز ما، ولی این دفعه حاج آقای حسینی رو با خود داریم. پس اول بریم سلام بتیم به حاج آقا. سلام علیکم حاج آقا، امیدوارستون که خوب باشه. سلام علیکم خدمت شما، تهیه کننده محترم، پرسنل کلن تلویزیون تمدن و همه دوستان سلام میگیم، در خدمتتون هستیم. تشکر حاج آقا، ما قبلا هم به دوستای ما گفتیم که آمدیم به همچین جای زیبایی که امروز واقعا یک مراسم بسیار خوب و عالی را داشتن، مراسم جشن تکلیفی که دخترها به سن تکلیف میرسن و از او به بعد باید خیلی کارهایی را بکنن که تا قبلا نمیکردن. ولی حالا یک سوال از شما داریم حاج آقا، که چرا ما همچین روزی را، یا چرا ما همچین جشنی را در همچین روزی میگیریم؟ تشکر خدمت بینندگان محترم شما هم سلام میگیم. ما در چنین روزی، چون روز ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها است، معنای عبادت رو خیلی خوب میفهمیم. زینب در سخت ترین شرایط توانست او عبودیت خود را به کل عالم نشان بده. حتی لحظه ای که به سمتش دشمن ها حمله کردند تا خیام آتش بزنند، تمام آمد این زیورالات را جمع کرد داخل یک چادری، زیورالات دخترها را، اطفال را انداخت، کلش برد به سمت لشکر دشمن انداخت و به لشکر دشمن فرمود برین و این زیورالات را بگیرین، اما نگاه به ناموس آل الله نکنین. لذا ما در ولادت حضرت زینب خصوصا یاد گرفتیم برای دختران خوب ما عفت را، تقوا را و تدین را و عبودیت با خدا را. در روز ولادت حضرت زینب، بی بی دو عالم زینب کبری سلام الله علیها این همه رو به ما یاد میده. پس خیلی ارزش داشت که ما هم سالهای پیش هم خصوصا امسال چنین برنامه‌ای رو داشته باشیم در خدمت دختران که اسمش رو ما گذاشتیم دختران آسمانی، در خدمت دختران آسمانی باشیم تا از زینب کبری درس بگیرن و انشالله و طعم زیبا و خوشگوار عبودیت خدا رو همیشه داشته باشن. به یک جمله رو به بینندگان محترم شما بگم، ما فقط بحث این جشنهای عبادت رو منحصر به مجالس مثل زینبیه نکنیم. در خانه ها و نه تنها دخترها، که در مورد پسرهایی که در سن 14-15 سالگی هم میرسن، انشالله این رو حتما انجام بدیم، در درون خانه های جشنها رو ببریم انشالله. در این بخش
بچه برنامه حاج آقای مشکور کابلی رو با خودمون داریم و همچنین در چنین روزی که ولادت حضرت زینب سلام الله علیها میباشد میخوایم که از صحبتشون استفاده بکنیم و ازشون میخوایم که درباره سیره اخلاقی این بیبی یعنی حضرت زینب سلام الله علیها برای ما معلومات بدن و صحبت بکنن. بفرمایید. سلام علیکم آقای مشکور. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان تلویزیون تمدن. تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت بیبی زینب کبرا سلام الله علیها. مهمترین ویژگی اخلاقی حضرت زینب سلام الله علیها که در همه عالم به همو صفت حضرت زینب سلام الله علیها مشهور شدن، صبر و استقامت و بردباری ایشان است. در جامعه امروزی ما باید این صفت را برجسته بسازیم. چرا حضرت زینب الگوی صبر و استقامت است؟ دیروز امروز و هر روز بشر، لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان ها در سختی متولد میشن، با سختی زندگی میکنن. زینب نمونه صبر است. در برابر بلیات امتحانات سختی های روزمره روزگار، چی اونایی که خود بشر عاملش است، چی اونایی که حوادث نسبت سمیته، انسان باید صبور باشه. ما در فرهنگ اسلامی داریم که صبر از لحاظ اخلاق و هم در اندیشه اسلامی بالاترین ارزش است. امیر مؤمنان پدر حضرت زینب میفرمایند از صبر من الایمان که رأس من الجسد، جسد اخلاقی با صبر شکل میگیره. رضا علی ابن ابی طالب میفرماید که اگر سر نباشه جسدم نیست. به این معنا که اگر ما پیروان از زینب صبر نداشته باشیم در برابر مشکلات ناامید نشیم. صبر یعنی خداوند مدیر ارشد نظام هستی بدانیم. صبر یعنی که پایان نیک است. صبر یعنی که مشکلات جزء زندگی بشر است. و من معتقد هستم که این صفت بسیار متعالی از زینب سلام الله علیها، یعنی صبر و استقامت و بردباری، فهمیده بشه، برجسته بشه و انشالله که همه زینبی ها با استفاده و تمسک به این سیره اخلاقی ایشان پدرها صبور باشن، مادرها صبور باشن، دخترها صبور باشن و همه ما انشالله در این مقطع تاریخی خاص افغانستان با استفاده از سیره اخلاقی از زینب در صبر انشالله ملت صبور باشه. سلام دختر، خوب میشه خودت بر ما معرفی بکنیم؟ من کوثر حسینی هستم. بله کوثر جان، میشه به ما بگی که امروز چه روزی است؟ امروز روزی است که حضرت زینب کبرا تولد شده و جشن تدیم و یا جشن عبادت. میشه اول خودت معرفی کنی؟ اسم مریم است. تازه به پای خدا به مهدویت موندم و تازه به سن تکلیف رسیدم. بسیار خوب مریم جان، ما می‌خوایم که حست در مقابل عزیزی که بس سر تکلیف رسیدی و چیزی که خودت گفتی رو برامون بیان کنی. با ما حس خوبی دارم که خداوندم خوش از خودم هم خوش هستم و هم مولای امام زمان و با هر قدمی که به مهدویت میمانم هموقدر حس میکنم که به امام زمان نزدیکتر میشم و با هر روز نزدیکتر و نزدیکتر میشم. حالا یک معرفی خودت بگو که امروز نام مقبولت آشنا شد. اسم ساره است، تخلصم هم اکرم است. بله ساره جان. ساره جان، ما میخواییم که برای دوستای ما بگویی که حالا که بسن تکلیف رسیدی، به این جشن عبادت رسیدی، حالا میخواییم که درباره ازی بر ما توضیح بدی که چه کارهای دیگه برات واجب میشه و چه کارهایی رو باید انجام بدی. وقتی ما در جشن تکلیف رسیدیم باید نماز خود قضا نکنیم و روزه و نماز سر ما روا میشه و با خداوند ملاقات داشته باشیم و نماز ما نباید قضا شوه و باید همیشه بدجابی نکنیم و با نامحرمان حجاب خود را حفظ نماییم. دوست عزیزم خودت بر ما معرفی میکنی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا علیزاده هستم، 9 ساله. به جشن تکلیف امروز به جشن تکلیف رسیدیم. زهرا جان، میشه بر ما بگی که ما وقتی که به سن تکلیف میرسیم، یعنی بر ما جشن تکلیف گرفته میشه، بعد از او به چه کارهایی را انجام بدیم؟ نماز بخونم، روزه بگیرم و حجاب رو مراعات کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم سنا انوری است و سلام عرض میکنم خدمت تمام عزیزان. جشن تکلیف و تولد حضرت زینب کبرا سلام علیها را برای تمام عزیزان و مسلمین گرانقدر جهان تبریک عرض میکنم و درباره جشن تکلیفی که تمام پسران و دختران که به سن معین میرسن بالغ میشوند و دختران همچنان در سن 9 سالگی به تکلیف میرسن که این آغاز ارتباطشان با خداوند میباشه و ارتباطشان به واسطه نماز خواندن
روزه گرفتن و حجاب کردنشان می باشه و خصوصا اطاعت از امامر الله تعالی می باشه و اگر اینا بخواین به سعادت دنیا و آخرتشان برسن بهترین الگو حضرت زینب بر خودشان قرار دارن. بله دقیقاً. پس در این صورت سنا جان میتونه بگیم که جشن عبادت و جشن تکلیف واقعا مهم است یا یک نام دیگه اگر برش بونیم جشن بندگی میتونه باشه. تشکر سنا جان از صحبتای بسیار خوبت. ولادت حضرت زینب تبریک باد. تولد حضرت زینب مبارک. تولد بی بی زینب مبارک. میلاد حضرت زینب سلام الله علیها برای تمام مسلمین مبارک. میلاد حضرت زینب سلام الله علیها بر تمام مؤمنین جهان تبریک باشه. کیک تولد عمه جانشان زینب کبرا سلام الله علیها و کیک تولد یکی دخترای امام زمان به سن انشالله عبادت و تکلیف رسیدن را برش میزنیم با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. ولادت حضرت زینب سلام الله علیها را با یکایک شما عزیزان تبریک عرض میکنم و جا داره تبریک بگم به او کسانی که به سن تکلیف رسیدن. بله و امیدوارستون دوستای عزیز ما از برنامه امروز و همچنین از جشن امروز در اینجا خوشحال آمده باشن. بله و تشکر میکنم از کسانی که در این گزارش سهم گرفتن و صحبت های بسیار خوبی برای ما گفتن. این بود از گزارش امروز. تا گزارش بعدی خدا نگهدارتان. خدا حافظ.